بهرام رحمان هستم از دفتر بنیاد فریدریش ایبرت در کابل، مهمان هراتی ها هستم برای یک هفته. من دو سوال مشخص داشتم، یکی که مسئول سوال محوری شما میشه، یعنی شما چه فکر میکنید تا چه حد میتونه در مذاکرات با طالبان که موضوع زنها یکی از موضوع محوریش است، ارزش ها پایمال میتونه شوایی واقعا برای ما باعث یک فعال در بخش نهادهای مدنی قابل نگرانی هست. یعنی طالب یک تعریف خاص داره و اعتداد ارزش ها است، اگر اونا ازش بگیریم اونا طالب نمیمانن، اگر اونا را برش بدهیم بر ما هم چیز نمیمانه. سوال دوم این است که شما در مورد قانون خشونت محو علیه زنان یا این واو چی فکر میکنید؟ چون قانون اهل تشیع پاس شد، در طرف پارلمان است، قانون جدیدی در راه است و به نظر من فکر میکنم یک تعداد مشکلات میتونه حل کنه اگر نهادهای مدنی در تصمیم گیری ازو شریک باشه. در هرات بحث در این قانون چه شکل است و آیا نهادهای مدنی واقعا در تصمیم گیری و اظهار نظر رول دارند یا نه؟ تشکر. در رابطه به سوال اولی برادرم که گفتگو با طالبا مسئله ارزش ها چی کار میشه، من فکر میکنم که در طی همین 7 سال کسانی هم بودم که قبل پیش از اینه که طالب نبود اونا هم بودم، اونا چنین برخوردهای اگر به پیمانا و به اندازه طالبا نکردم کمتر از اونا هم نکردم. اونا هم کسایی بودم که مدت 30 سال این نسل پسر و دختر از نعمت سواد و تعلیم و تربیه معلوم کردم. اگر دروازه های مکاتب در ابتدا مسدود نمی شد ما امروز نسلی به نام طالب هم نمی داشتیم. همون کس ها تا فعلا همال کس های هم هستن که واقعا ضد حقوق و واقعا زن ستیزم، اما امروز در قدرت و حاکمیت جایگاه خاص خود دارم. اما وقتی که به قدرت آمدم تا اندازه تعدیل شده رفتار اینا. ما با طالبا هم به اون پیمانه ای که ما قبلا هم گفتم واقعا طالبا کسانی بودن که به شکل افراطی زن ستیز بودن، به هیچ عنوانی نمیخوام حتی زن و تعلیم و تربیت اصلا اینا به یک نگاه نمیکنم. هیچ وقت میگم زن نباید همیشه به خانه باشه و کارهای شاغل بکنه و بچه بیاره و بس خلاص. و تشویش و نگرانی ما چون شدیداً به امنیت نیاز داریم، ناامنی هم رو فعالیت های ما اثرات منفی خود به جا گذاشته. امروز زن هرات، دختر جوان هرات جرئت نمیکنه که بدون برقه را بره. علت چیه؟ علت ناامنی های بیم داره، حراس داره، پدر و مادر و فامیل از این حراس داره که خدای نخواسته کسی کاری بکنه، دختری رو اختطاف کنه، تهدیدی بکنه. اگر ناامنی هم به همه این منوال بکنه باز این هم به ضرر ما تمام میشه، این هم کمتر از اینیه که ارزش ها پامل که ما. پس دولتی که در آینده میایه باید طوری گفتگو و مذاکره صورت بگیره که نه حق ما پامل شه، ما با هر گونه معامله گری و ساختگاری و سازشگاری کاملا مخالفیم که ما قربانی شیم، اما به ادامه جنگ هم به همون پیمان مخالفیم. دیگه ما خسته شدیم، دیگه نمیخوایم که چشمان مادران رو پر اشک ببینیم، ما نمیخوایم که فرزندان بی پدر ببینیم. روزانه به سر تا سر افغانستان چه تعداد جوانای ما از دست میدیم، دیگه نمیخوایم. بس دیگه، ما میخوایم امنیت، صلح میخوایم، صلح توأم با عدالت میخوایم. نمیخوایم که زمامداران ما زنها رو قربانی کنن به بهای پایمال کردن حقوق ما، اونا یک صلح نسبی پایدار بیارم که خود از اونا در اریکه های قدرت باشه. اما ما با مذاکره هم مخالف نیم، در تامین امنیت کوشاییم، میخوایم که در اینجا امنیت بیایه. در سایه امنیت ما زنها میتونیم با کمال اطمینان بیشتر، با آزادی و با استقلال بیشتر ما فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشیم. اگر وضع بده به همین منوال باشه متاسفانه کار ما هم رو به زواله. در رابطه به سوال دوم نمیخوام ما متاسفانه در مسئله کنونسیون حقوق بشر بخش 30 هسته که خشونت علیه زنای، متاسفانه ما او در چوکات قانون اساسی داریم. در قانون اساسی گفته دولت گفته ما حمایت میکنیم، متاسفانه او حمایت آنچنانی ما اصلا ما ندیدیم. ما صرف هر چی که حقوق داریم در لابلای قانون کاغذپاره ها داریم و صرف تا حال نه اجرا شده و نه هم تطبیق شده متاسفانه.
در مورد احوال شرح حقوق و احوال شخصی زنا بود از با کمال تأسف که ما در حدود تقریبا 70 تا زن خواهرمون گذاشتیم که ما خیلی امیدوار بودیم که همچنین قانونی از پارلمان پاس نمیشد از حضور 70 نظر و ملاحظات و محافظه کاری هایی که بوده از حضور با وجودی که ما 70 تا زن گذاشتیم و او پاس شد که واقعا باعث تأثیر و تعلم شما شد واقعا اثرات بسیار منفی خود جامعه مدنی در شهر هرات هم گذاشت. اما زنان آزادی خواه و آزاد منش در این زمینه گرد همایی های داشتم به حساب تأثیرات و تشویش ها و نگرانی ها خود از لاولای جلسات و گفتمان های با هم اعلان کردم که در این زمینه که گوش شنوا بود باز خوشبختانه باز کشورهای خارجی از ما اونا قدرت و صلاحیت بیشتری دارم اونا خیلی ببینم و کمک هم آمادم رو کاری شد که باز از تصویب باز ماند و دوباره برگشت به وزارت عدلیه و در اونجا تعدیل شد. بازم اظهار سپاس و تشکری میکنیم از اون خارجی ها که در این ایسه ما کمک کردم. تشکر از اون تشکر بسیار زیاد. من میخوایم به پاسخ سوال بهرام جان، سوال اول اینا بحث مذاکره با طالبا و پایمال شدن، چگونگی پایمال شدن ارزش های زنان در این مذاکرات. ببینیم متاسفانه از شروع همه گفتگوها تا حال ما به عنوان یک فعال حقوق زن، به عنوان یک کسی که سالهای درازی در این راستا کار کردم، ما خودم دچار یک سردرگمی هم. من میفهمم که دولت افغانستان طالب به کی خطاب میکنن و طالبای میانه رو به کی خطاب میکنم. ببینیم اگر ما طالب همون تعریفی داشته باشیم که از رهبری القاعده اینا سرچشمه میگیرن و شاخه های مختلف در اکثر کشورهای دنیا دارن از جمله افغانستان و احزای از اینا چچینیا و عربا و پاکستانیا و حتی افغانا تشکیل میدن، اگر اونا منظور از اینا طالب است، خب ما اونا به هیچ عنوان در مذاکرات خود نمیخواییم. ما نمیخواییم که القاعده در مذاکرات ما شرکت بکنن و چچینی در مورد زن افغان یا در مورد افغانستان صحبت بکنن.